سلام شنبه 29 اسفند 88 20 مارچ 2010 میلادی امروز در مورد هفت موضوع صحبت کنم موضوع اول عذرخواهی است که من باید از همه شما بکنم بابت برنامه دیروز که کیفیت صداش خوب نبود ضمن اینکه من هم از مسافرت رسیده بودم و یک مقداری به دلیل اینکه چشمم مشکل داشت خوب نمی نمیدیدم و بنابراین خیلی بعضی برای من نوشتن تذکرات مختلفی گرفتم که خودت هم خسته بودی چرا اینطوری حرف زدی یا این وی رو پوشونده بودی و همسال هم که همه ایرادات درسته و وظیفه منه که وقتی که میخوام خدمت شما برسم سرحال باشم به بهترین نحو ممکن خدمتون گزارش بدم و کیفیت کار هم تا اونجا که میتونم خوب باشه بر صورت باز هم از همگی از خواهی میکنم. اما نکته دومی که میخوام بگم این است که امروز روز آخر سال 1388 و امشب به وقت تهران سال نو میشه سال پرحادثه که پشت سر گذاشتیم و سال جدیدی که آغاز میشه سال مقاومت صبر و ایستادگی سالی که استقامت ما تا بهار که در راهه بهاری که از امشب آغاز میشه وصل بشه به بهار آزادی در کشورمون به هر صورت امیدوارم که این سال نو سال استقامت و صبری که در پیش داریم سالی باشه که در اون بتونیم که هم کودتاچیها رو به زیر بکشیم هم ثمره مقاومت ملت رو به شکل آزادی ملت بگیریم و هم اینکه عزیزانمون از زندان آزاد بشن و هم بتونیم همگی دست در دست هم به دیدار خانواده شهدای عزیزمون بریم و بزرگ آنچنان که در خوره هست توسط تمام ملت آزادانه بتونه برگزار بشه برصورت امیدوارم همگی در سال نو سالم، سرفراز، سربلند و موفق باشیم نکته دیگه ای که به دنبال همین تبریک باید بگم این است که امروز 29 اسفند سالگرده ملی شدن صنعت نفت ایران هم هست که باید این رو هم تبریک بگیم و یادی بکنیم از دکتر مصدق بزرگ که سمبل حفظ منافع ملی ماست و سمبل آزادی خواهی و دموکراسی بزرگمرد بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران که یاد بزرگ داشتن یاد مصدق یادآوری به خود ماست برای ایستادگی در مقابل زورگویان و کودتاچی ها و حفظ منافع ملیمون و خواستن دموکراسی برای کشور نکته سومی که میخواستم بگم این است که با آغاز سال نو و ایام عید پیشنهاداتی رو که رسیده من دو تاشو قبلا هم عرض کردم به نظرم هر دوش عملیه یکی سنت عیدی دادنه که پیشنهاد شده اسکناس های نو رو به خصوص روش شعار نویسی بکنیم و عیدی سبز بدیم یعنی اسکناسی رو که عیدی میدیم لاقل یک وی جنبش یا به امید پیروزی ایران و ایرانی یا پیروزی جنبش سبز و هر یا هر شعار دیگه رو که فکر میکنیم مناسبه روش نوشته باشیم که به این ترتیب در واقع ایدی که رد و بدل میکنیم حاوی پیام ما در شبکه های خانوادگی و فامیلی و دوست آشنامون باشه و نشون بدیم که دست هامون مثل حلقه های زنجیر توی همدیگه است و سال استقامت رو با ایدی سبز شروع میکنیم همینطور سفر سبز پیشنهادی بود که به طور طبیعی در ایام تعطیلات خیلی ها مسافرت میرن بنابراین فرصت خیلی خوبی است که به اقصانقات ایران که هر کسی مسافرت میکنه بتوانیم هم اگر سیدی رو آماده کردیم از اخبار جنبش، حوادث جنبش، اکسیون های جنبش، کارهایی که کردیم، کارهایی که پیش رو داریم به دیگران منتقل کنیم در شهرهای مختلف توضیح کنیم و حتی اگر این رو هم نداریم سینه به سینه هرکس خبری داره اطلاعاتی داره که فکر میکنه به جایی که میره با اشخاص جدیدی که تماس میگیره اون اخبار رو اون تحلیل ها رو ندارن منتقل بکنیم و فرصت خوبی است که در واقع در خدمت گسترش جغرافیایی جنبش ازش میشه استفاده کرد همینطور انتهای این تعطیلات سیزده بدره که سنت دیرینه و زیبای ما ایرانی هاست و خودش در واقع یک روز سبزه راجع به سیزده بدر در روزهای آینده هم بیشتر صحبت میکنیم اما از جنس روزهایی است که مثل چهارشنبه سوری میتواند یک نمایش بزرگ ملی در اون شکل بگیره تو هم با شادی زندگی خواهی و امید و سبز بودنی که در ذات این روز هست و یک توی دهنی بزرگی رو میشه زد به کودتاچی ها و به خصوص شخص آقای خامنه ای که وقتی که فتوا راجع به چهارشنبه سوری داد به قول بعضی اینطور مردم نافرمانی مدنی کردن و بهش نشون دادن که هیچ مشروعیتی نداره و کاملا از او مشروعیت زدایی کردن به قول بعضی بچه ها که نوشته بودن از آقای خامنه ای خواهش میکنیم برای سیزه بدر هم ایشون حتما یه فتوا بده و تحریم بکنه من همین خواهش رو میکنم که حتما آقای خامنه ای بیاد و یک فتوا بده و سیزه بدر رو تحریم بکنه تا ببیند که فرصت خوبی بشه برای مردم که یک بار دیگه توی دهن ایشون بزنن و بهش نشون بدن که پشیزی حرفش برای ملت دیگه ارزش نداره نکته چهارم این که عیسی سحرخیز که از روز گذشته اعتصاب غذای خودش رو شروع کرده در زندان اوین بند 350 اطلاع رسانی هم کرده که همه زندانیان بند 350 از فردا یک شنبه دست به اعتصاب غذا خواهند و همجور که عرض کردم جمع زیادی از فعالین سیاسی و مطبوعاتی خارج از ایران هم در همبستگی با زندانیان سیاسی از پنج شنبه تا تحویل سال دست به اعتصاب غذا زدن و همبستگی خودشون رو با زندانیان عزیزمون اعلام کردند. نکته پنجم خبر جالبی است که آقای احمدی نژاد شب گذشته در تلویزیون بحث رفراندوم برای گرفتن 20 هزار میلیارد تومن اضافه غیر از 20 هزار میلیارد تومنی که در لایحه حذف یارانه ها براش پیش بینی شده درخواست رفراندوم کرده و حملات تندی به آقای توکلی و نادران کرده که در واقع از مخالفین اقتصاددانش در مجلس بودند و در واقع خواسته که اگر مجرای قانونی حفظ بشه بتونه طی بکنه مجرای قانونیش رو بره و به شرطی که رهبر هم موافقت بکنه برای گرفتن 20 هزار میلیارد تومن اضافه به رفراندوم و همه پرسی عمومی بگذاره جالبه که آقای احمدی نژاد این کاری که داره میکنه اگر به اگر اتفاق بیفته خدا کنه باهاش موافقت بکنن آقای خامنه ای هم آخر سر امضا بکنه رفراندوم گذاشته بشه چون فرصت خیلی خوبی خواهد شد که مردم اراده خودشونو یک بار دیگه نشون بدن که چگونه نه خودش رو قبول دارن نه کل حکومت و رژیمش رو صورت این کشمکش که آقای احمدی نژاد 20 هزار میلیارد تومن کمشه 20 هزار میلیارد تومن دیگه میخواد برای اینکه از عواقب حذف یارانه ها میترسه فرصت خیلی خوبی است و نکته خیلی مهمی است که نشون میده دورنمای اقتصادی به خصوص با لایحه حذف یارانه ها چگونه بحرانزاست نکته ششمی که میخواستم بگم این است که وزارت خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعتراض شدید و لحنی پارازیت فرستادن روی ماهواره ها رو از طرف ایران محکوم کردند و اعلام کردند که برخورده متقابل خواهند کرد نکته هفتم و آخرین نکتهی که میخواستم بگم این است که ایام اید ایام تعطیلات 13 14 روزه‌ای که در پیشه فرصت خیلی خوبیه برای مطالعه هم کتاب‌ها و نوشتجاتی رو که قبلا خدمتون معرفی کردم که از فردا شب یک مروری روی اونها میکنم و هم آکسیون هایی که جمع جور کردیم هر روز چند شما من مطرح میکنم خدمتون ارائه می کنم که روش فکر بکنید و مطالعه بکنید و با هم تبادل نظر داشته باشیم به خصوص اینکه جنبش در سال جدید بعد از پیروزی چهارشنبه سوری که به دست آورد و قدرت نمایی و بسیج بزرگی که کرد کاملا جنبش آماده است برای اینکه وارد فاز عدم همکاری و تحریم کالاها و صورت حسابهای حکومت بشه که روزهای بعد راجبش بهش صحبت میکنیم تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی در سال جدید